خواب و خواب دیدن بخش بزرگی از زندگی ما زمینی هاست و رؤیاهایی را که ما در خواب میبینیم بخشی از حقیقت زندگی ماست. آن بخشی از حقیقت که گاه ما آن را فراموش کرده ایم. تلخ و یا شیرین فرقی نمی کند. و این قصه حقیقت تلخی است که شیرین در خوابهایش آن را دید. رضا بله، خیلی آدم خودخواهی هستی. بله، همین که گفتم، خیلی خودخواهی. آخه این یعنی چی؟ یعنی این که دیشب شام زیاد خوردی؟ خواب بد دیدی، کمتر بخور. نه، اما من خواب نبودم. چرا خواب بودی یادت نیست؟ داییت راست میگه، خواب دیدی یادت نیست. اما زنده من... اما نداره دیگه، زود باش صبحونت بخور، الان مدرسه دیر میشه، باید بری مدرسه. حالا که اصرار میکنین، چشم. چشمتون بی بلا. بازم چشم. سلام، بیا ببین دیشب پسرت چه خوابی دیده. تازه خودش هم یادش نیست که خواب دیده. سلام ماما شیرین. سلام. شیرین صبحونه نخورده میخوای بری سر کار؟ آره. چرا شیرین جون؟ نمیدونم، شاید همین جوری. همین جوری؟ آخ چرا همین جوری؟ یعنی همین جوری هم که نه. میدونی چیه مسعود؟ من همیشه رو تو یه جور دیگه حساب میکردم. همیشه هم دوست داشتم تو هم روی من یه جور دیگه حساب کنی. ولی تو با این کارت قلبمو شکستی. کدوم کار؟ واقعا نمیدونم بهت چی بگم. ولی اینو بدون، اصلا انتظار نداشتم که اون حرفو توی خوابم به من بزنی. چی داری میگی تو؟ اصلا معلوم تو خوابت شوخیت گرفته؟ نه خیر، اصلا و ابدا، خیلی هم جدی دارم میگم. میشه یکی به من بگه این حرفا چه معنی داره؟ یعنی اصلا واقعا چه معنی داره اول صبحی؟ دختره پاد زده به سرش؟ آخه کی دیده یکی دیگر به خاطر اینکه شب رفته تو خوابش یه حرفایی به ایش زده صبح یا توبیخ کنه؟ تو دیدی؟ سلام، کجا؟ صبح به این زودی داری میری؟ نون سنگکی تازه خریدم، با همدیگه صبحونه بخوریم. سلام. ایفا، چیزی شده؟ نه، چیزی نشده خاله جون، هیچ خبری نیست. شما مطمئن باشید من تا آخر عمر رو برای دلتون میمونم. خب میدونی مادر بزرگم میگفت آدم هیچ خوابی و بی خودی نمیبینه. میگفت اگه تو خواب یکی بهت سلام داد، فرداش حتما بهت سلام میکنه. یا میگفت مثلا اگه... چرا اینجوری به هم نگاه میکنی؟ خب برای اینکه نمیدونم به خانومی که تازه از اومده و در این حرفا رو میذاره من چی باید بگم؟
مادر بزرگ جنابالی تعبیر خواب هم میفرمودن؟ تعبیر خواب که نه، اما میگیم خواهش میکنم بسته دیگه لطفا. میخوای من دیوونه کنی؟ نه، من هیچ وقت دوست ندارم شما رو دیوونه کنم آقا مسعود. خیلی ممنون از اینکه نمیخواین منو دیوونه کنی. خواهش میکنم. پس لطفا دیگه چیزی نگید. چشمتون بی بلا زنده ای. رضا. بله دایی. من فکر میکنم وقتش که تو زود صبحونتو بخوری پاش بری مدرسه. چشم، حالا که اینجور تذکر دادین فکر کنم باید صبحونم بخورم و برم. بله. این حرفا چیه میزنی؟ نمیدونم، باید از خودتون پرسید که این حرفا چیه من میزنم. با اجازه. این دختر چش شده؟ هیچی، خواب دیده. خواب دیده؟ چه خوابی؟ نمیدونی. بله، هیچ کدوم از ما نمیدونستیم که شیرین چه خوابی دیده که یک دفعه رفتارش اونقدر با ما عوض شده بود. اون کم حرف و گوشه‌گیر شده بود. مامان شیرین، داینا میگن بیاییم پایین با هم دیگه شام بخوریم. گرسنم نیست، سرم درد میکنه، میخوام برم بخوابم. یعنی چی گرسنه‌ش نیست؟ اصلا ما چی کار داریم که گرسنه‌ش هست یا نه؟ برو بگو بیاد پایین، ما اینجا جمع شدیم میخوایم دو کلم با هم حرف بزنیم. برو بهش بگو خاله مهینت پایینه، بهش بگو پاشه بیاد. چشم. برو بگو مامانم خوابیده. یعنی چی خوابیده؟ مگه الان وقت خوابه؟ بذار خودم برم ببینم دختره چشه. برین شاید شما بفهمین چه خوابی دیده که یه دفعه اینجوری شده. بله برین، شاید بهتون بگه، البته شاید هم بهتون نگه. به هم نگه؟ به من نگه، به کی بگه؟ من میرم پیشش. خب چی گفت؟ هیچی؟ بله هیچ. میدونین چیه؟ اما نمیدونم چرا یه حرف بغضم گرفت و میخوام برای مامان شیرینم گریه کنم. مرد که گریه نمی کنه که. شاید، اما میشه بگی نه نخوام گریه کنم، باید چی کار کنم؟ من به رضا گفتم که مردا گریه نمی کنن، اما خودم بغضم گرفته. خاله مهینم وقتی داشت میرفت بغض داشت، چشاش پر اشک بود. میدونی چیه ستاره؟ البته این حرفی که میخوام بزنم اصلا دوست نداشتم به زبون بیارم، ولی حالا که خودم دوتایی میتونم راحت تر بگم بهت. من
اصلا شیرین رو فراموشش کرده بودن. بودا نه این که نباشه، اما دور بود، غریبه بود. یه خواهر، نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر. اصلا فکر نمی کردم که ممکنه یه روزی شیرین از یه حرف من ناراحت بشه یا از کارهای من دلخور بشه. همیشه فکر میکردم که خب شیرین شیرینه دیگه، همینطور شیرین هم باید بمونه. اصلا فکر نمیکردم که ممکنه شیرین تلخ بشه. ستاره چرا شیرین ما تلخ شده؟ نمیدونم، ولی فکر کنم امشب بفهمم که چرا اینجوری شده. چجوری؟ میخوام امشب برم تو خوابش. میخوای چی کار کنی؟ گفتم میخوام امشب برم تو خوابش. شوخی میکنی؟ نه شوخی نمیکنم، جدی میگم. میخوام برم ببینم این چه خوابیه که شیرینو اینجوری کرده. برو، داری سر به سرم میذاری؟ آره؟ نه. آخه یعنی چی؟ یعنی چجوری تو میخوای بری تو خوابی شیرین؟ آخه اصلا نمیشه که یه نفر بره به میل خودش. این باور نکردنیه مگه نه؟ شاید، اما من ستارم. بله فراموش کرده بودم. خب من برم. کجا؟ گفتم که میخوام برم تو خواب شیرین. فعلا شب بخیر. شب بخیر. اما ببین ستاره، ستاره ببین، من میخواستم ببینم که میشه، یعنی ممکنه که اگه من ازت خواهش کنم که بگو. میخواستم ببینم که میتونی منو با خودت ببری تو خواب شیرین؟ نه. من ازت خواهش میکنم. خواهش نکنید آقا مسعود، من نمیتونم این کار رو انجام بدم. خب یه ذره فکر کن، شاید بشه که این کار رو بکنی. خواهش نمیشه که اون خواهری برای بالاخره من باید بدم تو خواب خواهرم چی میگذره. گفتم نه. گفتی نه؟ بله نه. خیلی خب، جناب عالی هم اجازه ندارین تنهایی بری تو خواب خواهر من. هکی چه معنی داره که آدم تنها بره تو خواب خواهر شوهرش؟ من به تو اجازه نمیدم. اما آقا مسعود، بعد بهتون بگم. اما دیگه نداره، یا منو با خودت میبری تو خواب شیرین یا اجازه نداری بری تو خواب خواهر شوهرت. همین. باید بگم شما زمینی ها خیلی لجباز هستی. نه به اندازه شما فضایی ها. شب بخیر. مسعود. بله. میخواستم یه چیزی بهت بگم. میخواستم بگم که من الان یه خوابی دیدم. تو خواب یه چیزی به من گفتی که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. از خواب بیدار شدم، اومدم توی بیداری جواب تو بدم. تو حق نداری راجع به زندگی من تصمیم بگیری، نه تو خواب نه تو بیداری. فهمیدی؟ حق نداری. من؟ تو دیوونه شدی، دیوونه. هنوز نشده، اما ما باید کمکش کنیم. تو اینجایی؟ آره، من همه شب و اینجا منتظر نشستم که از تو اجازه بگیرم که برم تو خواب شیرین یا نه. تو اگه میخواستی بری تو خواب شیرین احتیاجی به اجازه من نبود، خودت میرفتی. شاید، اما من بدون اجازه همسر زمینیم آب نمیخورم، چه برسه به اینکه برم تو خواب خواهر شوهرم.
بله. و این گونه ستاره پا به خواب شیرین گذاشت. اینکه چه جوری این کارو کرد من نمیدونم، اما میدونم که اون تونست باور نکردنی ترین کار دنیا رو انجام بده. اون پا به خواب شیرین گذاشت. باید بگم خیلی ممنون که بهم اجازه دادی. خواهش میکنم. البته با اینکه این باور نکردنی ترین اجازه بوده که من در تمام طول عمرم به کسی دادم، اما باید بگم که خواهش میکنم شما خودتون صاحب اجازه این. خیلی ممنون آقا مسعود. خواهش میکنم. من واسه میگم که کاش میشد برم مثلا با شما میومدم میرفتیم تو خوابش داتایی. خیلی مسعود. بله چشم. نه من دیگه اصرار نمی کنم. خواهش میکنم بفرم. ممنون با اجازتون. خواهش میکنم. بازم ممنون. خوش بگذر. کیه؟ منم شیرین جون. میخواستم ببینم منو به خوابت راه میدی؟ یعنی اجازه میدی بیام تو خوابه؟ بیا تو. سلام. سلام ستاره جون، به خوابم خوش اومدی. با اینکه اصلا دوست ندارم مثل دیوونه‌ها با خودم حرف بزنم، اما دیگه از تعجب داره دو تا شاخ رو کلم سرد میشه. چی کار داری بکنم تو؟ ستاره کجایی؟ ستاره شیرین خوابی؟ یعنی ستاره الان تو خواب شیرینه؟ باور نکردنی؟ یعنی واقعا؟ چه چیکار میکنی تو؟ اومدم ببینم. آره اومدم ببینم شما خوابتون نبرد؟ نه خیلی منم خوابم نبرد. منم خوابم نبود. میدونین چرا؟ چرا؟ برای اینکه منم نگران مامان شیرینم. خیمون الان داری چه خوابایی میبینی که اینجور شده؟ نمیدونم، ولی فکر میکنم به زودی بتونیم بفهمیم. چه جوری؟ بالاخره هر کاری یه راه حلی داره دیگه. شاید، اما فکر نمیکنم راه حلی وجود داشته باشه که آدم بفهمه یه نفر چه خوابایی داره میبینه. شاید یعنی که ممکنه راه حلی وجود داشته باشه. ببین رضا جان، تو دنیا ممکنه خیلی چیزای باور نکردنی وجود داشته باشه، اما اگه آدم یاد بگیره که شاخاش درنه زیادی تعجب نکنه، ممکنه خیلی از اون چیزای باور نکردنی رو باور کنه. ها؟ مثلا اینکه شاید یه نفر بره در اتاق خواب یه نفر در بزنه اجازه بگیره و بره تو خوابش. فهمیدی؟ آه
آه یعنی چی؟ آها یعنی این که من بهتر برم بخوابم. البته شما فکر کنم بهتره بریم بخوابین، چون میدونین آدم وقتی خوابه نمیدونه داره چی میگه و چی کارا میکنه. شب بخیر. شب بخیر. ببین ستاره، ببین ستاره چه بلای سر من آوردی. دیگه خواهرزاده من، دیگه خواهرزاده من فکر کنه من دیوونه شدم. دیوونه دیگه نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چی بهت بگم. منم نمیدونم چی بگم. من تا حالا تو خواب یه آدم زمینی نیومده بودم. این اولین باره که تو خواب یه آدم زمینی اومدم. زمینی؟ منظورت از زمینی چیه؟ نکنه داشت مسعودم راست میگه که تو از فضا اومدی؟ راستی از فضا اومدی؟ اگه اومدی راستشو بگو، لاغر تو خوابم بهم راست بگو. باش، بهت میگم، اما به شرطی که خوابتو بهم نشون بدی تا ببینم این چه خواباییه که تو رو اینجوری ناراحت کرده. قول میدی اگه خوابامو بهت نشون بدم راستشو بهم بگی؟ قول میدم. باش، حالا که قول دادی منم خوابامو بهت نشون میدم. اما قول دادی یا؟ آره قول دادم. حالا زود باش، زود باش خواباتو بهم نشون بده. باشه. خواب اولی که دیدم اینه. خواب دیدم دوست مسعود اومده بود خونمون مهمونی. اونو مسعود تو حال نشسته بودن. خب تعریف کن تازه چه خبر؟ خبری که نیست. اما راستش اومدم اینجا یه حرف مهم بهت بزنم. خب بزن، من گوش میکنم. اومدم این خواهر تو که داره برامون چای میاره، همین شیرین خانومو میگم، ازت خواستگاری کنم. چی میگی؟ بفرمایید تو آشپزخونه اصلا احتیاج نیست چای بیارید. من که مردم خجالت نمی کشم. من تا قبل از اون شب که این خوابو ببینم هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. هیچ وقت فکر نکرده بودم که یه روزی بخوام دوباره عروسی کنم. یعنی یه جوری همه چی رو سپرده بودم به زمان. اما ستاره جون، اگه یه نفر بیاد از من خواستگاری کنه، این درسته که مسعود اینجوری برخورد کنه؟ درسته؟ نه، ولی اون تو خواب بوده. شاید مسعود تو بیداری اینجوری برخورد نکنه. تو مطمئنی؟ تو مطمئنی که تو بیداری اینجوری برخورد نمی‌کنه؟ میشه سوال کرد؟ ببخشین، اگه اشکال نداره من چند لحظه از خوابت برم بیرون و زودی برگردم. اشکال که نداره؟ نه، اما زودی برگرد، چون من تو خوابم کسی رو ندارم که باهاش درد دل کنم. هیچ کس رو ندارم. بهت قول میدم زودی برگردم. فعلا با اجازه. یه ستاره مثل خوشی میچه که از دل ابرا شب نمید گل امید. اگه این زمین نباشه فلکم معنا نداره، باید این سفره بیفته تا بریزه روش ستاره. نبودنی یا بودنی نیست،
هرچی هست عشق و نوره، بالو با کن سوی ابرا، آسمون جای سروره، آسمون تو دل عشق، عشقم اینجاست تو دل ما، هیچی از ما نمیمونه، عشق تنها حاصل ما. شهری تو شب من مثل گل واژه شعری، کهکشونه مهربونی تو، سراسر شعر و مهری، آسمونی نرو دیگه.